بوکلایت کتاب در ستایش اتلاف وقت، اثر آلن لایتمن. سفری ژرف برای رهایی از شلوغی و زمان محوری دنیای معاصر. مرجع خلاصه ارزشمندترین و پرفروشترین کتاب‌های دنیا. با مطالعه این کتاب می‌آموزید ندای درونتان را که در شلوغی دنیا گم شده است پیدا کنید. بیایید به روستای ترامانگچروم در کامبوج سفر کنیم. روستایی که نه سیستم آب لوله کشی دارد، نه اجاق‌های برقی، نه تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نه وسایل فنی دیگر. مردم ترامانگچروم از طریق کاشت هندوانه و خیار امرار معاش می‌کنند. آنها زندگی ساده‌ای دارند و در آرامش تمام به سر می‌برند. هر روز بدون اینکه ساعتی در کار باشد، با طلوع خورشید از خواب بیدار می‌شوند، دام‌های خود را به چرا می‌برند، به محصولاتشان سر می‌زنند، وقتی هوا تاریک شد به خانه برمی‌گردند و به پخت و پز غذاهای ساده می‌پردازند. یکی از کارهایی که زنان ترامانگچروم انجام می‌دهند این است که هر صبح برای خرید از فروشگاهی که در 10 مایلی آنهاست سوار بر دوچرخه، مسیری را بدون عجله طی می‌کنند و برمی‌گردند. آنها نسبت به پیچیدگی‌های زمانی و اینکه ممکن است این سفرها چقدر از وقتشان را بگیرد کاملاً بی‌تفاوت هستند. مردم ترامانگچروم در دنیایی جدا از دنیای زمان محور ما زندگی می‌کنند. برای هیچ چیز عجله ندارند و سرشار از آرامش هستند. اما همین مردم ساده باعث شدند که نویسنده کتاب در ستایش اتلاف وقت، آلن لایتمن، دچار تلنگری عمیق بشود. او در سفری که به این روستا داشت، از این همه بی‌علاقگی به زمان در میان اهالیش شگفت زده شد و در مسیر تازه‌ای در زندگی خود قرار گرفت. یا شاید بهتر باشد که بگوییم دوباره به مسیر اصلی زندگیش بازگشت. لایتمن معتقد است که ما در جهان توسعه یافته امروز سبک زندگی عنان گسیخته‌ای ساخته‌ایم که نباید حتی دقیقه‌ای از آن را هدر بدهیم. خیلی همان روزها را به واحدهای کوچک و کوچکتری از زمان تقسیم می‌کنیم تا بتوانیم به خوبی از تمام قسمت‌هایش استفاده کنیم. ما به طور مداوم مشغولیم و به خودمان اجازه هیچ کاری نکردن نمی‌دهیم. اما چرا؟ بهتر است نگاهی به زندگی بشر در طول تاریخ بیندازیم. در سراسر تاریخ، شتاب گرفتن زندگی انسان نیازمند سرعت گرفتن ارتباطات بود و برای رسیدن به این سرعت باید پیشرفت‌های فناورانه اتفاق می‌افتاد. این پیشرفت‌های فناورانه به اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و شبکه وسیع و فراگیر مصرف منتهی شد. همچنین پیشرفت فناوری موجب شد که قدرت تولید در محل‌های کار افزایش پیدا کند. افزایش تولید نیز با معادله زمان مساوی است با پول همراستا شد و انسان را به سمت استفاده‌های اقتصادی و هدفمند از زمان کشاند. تغییری که در عین مثبت بودن بهای سنگینی هم داشت و باعث شد چیزی را از دست بدهیم. ما روز به روز از خود درونیمان دور شدیم. خود درونی ما را به اصلمان، به ریشه هایمان، به انسانیتمان و به آرامشمان باز می گرداند. آب و خاکی هم که برای پرورش این خود نیاز داریم، آهستگی، تأمل کردن در تنهایی، سکوت و حریم خصوصی است. بدون این خود، ما فقط ماشین های بیروحی هستیم. زندانی دنیای بیقرار پیرامونمان. خلاصه کتاب در ستایش اتلاف وقت نگاه تازه‌ای به زمان و زندگی پرتجهیزات مدرن دارد. از اهمیت کیفی زمان سخن می‌گوید و ما را با مفهوم تازه‌ای از اتلاف وقت آشنا خواهد کرد. در این بوکلایت بوکاپو به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود. 1. چرا شبکه‌های مجازی به مرور ما را دچار وحشت از تنهایی کردند؟ 2. چرا بی برنامه ترین زمان ها خلاقانه ترین ایده ها را در ذهن ما ایجاد می کند؟ و 3. ایده نصف ذهن چطور به ما کمک می کند که دوباره تعادل درونی خود را به دست بیاوریم؟ بوکلایت شماره 1. شبکه باعث شده است
که هیچ مرزی بین واقعیت و دنیای آنلاین نباشد. در نوامبر 2016 روی جلد 7 مجله تایمز تصویر دختری نوجوان دیده می شود که حالتی غمگین و بی‌انگیزه دارد. در کنار تصویر این دختر هم نوشته شده استراب، افسردگی و نوجوان آمریکایی. درست است که اکثر نوجوانان معمولاً دچار بدخلقی‌های دوران بلوغ هستند. اما آنچه که مجله تایمز به آن اشاره می‌کند، چیز دیگری است. چیزی جدید. بنابر گزارش مؤسسه ملی سلامت روانی، از سال 2010 تا 2015 تعداد نوجوانان بین 12 تا 17 سال که دست کم تجربه یک دور افسردگی شدید را در زندگی خود داشتند از حدود 8% به تقریباً 13% افزایش پیدا کرده بود. البته که عوامل زیادی باعث رشد این بیماری همه‌گیر شده است. اما بعضی از متخصصان می‌گویند که عامل اصلی حضور گسترده و فراگیر شبکه دیجیتالی به همراه میل کم نوجوانان برای قطع اتصال از آن بوده است. شبکه واقعیت مجازی را جایگزین واقعیت زنده و ملموس کرده است. واقعیت مجازی که انسانیت زدا و بیرحم است. واقعیت مجازی با شتاب فراوانی پیش می رود و منتظر هیچ کس نمی ماند. واقعیت مجازی می تواند همه زندگی را ببلعد و در خود خفه کند. جنیس بیتلاک، سرپرست برنامه تحقیقاتی کورنل، در زمینه آسیب رسانی شخصی می گوید که جوانان ما در دیگی از محرک ها هستند که یا نمی توانند از آن بیرون بیایند یا نمی خواهند از آن بیرون بیایند یا نمی دانند چطور از آن بیرون بیایند. اما باید دید که دلیل این تحریک بیوقفه چیست؟ راس پیترسون، روان پزشک نیو انگلندی که بیمارهای نوجوان زیادی را درمان کرده است، میگوید که دلیل این افسردگی و استراب رو به افزایش در نوجوانان وحشت از تنهایی است. وحشتی که ارتباط عمیقی با رسانه‌های اجتماعی دارد. جوانان این دوره و زمانه که در سیارات مجازی فیسبوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام زندگی می‌کنند، تنهایی را تقریباً غیر ممکن می‌یابند. چرا که آنها همیشه به شبکه وصل هستند. آنها نگران از دست دادن فرصت‌ها، نگران از دست دادن اخبار جعلی، تحریک‌ها، اتفاقات و پیوندهایی هستند که اینترنت نام دارد. اما این مسئله صرفاً برای نوجوانان و جوانان صادق نیست، بلکه بسیاری از افرادی که سن و سال بالاتری دارند هم به این شکل جدید از زیستن، به این بیقراری مداوم دچار شده‌اند. به عقیده لایتمن، شبکه همان اعتیاد است. شبکه کاری می کند که ما بتوانیم با فشار دادن یک دکمه امتیاز یا حس و حالی خوب به دست بیاوریم. حس و حالی که مانند تأثیر مواد مخدر گذراست و هیچ وقت کافی نیست. ما به این جریان مداوم اطلاعات وابسته شده ایم. همیشه منتظر امتیازهای بعدی هستیم. همیشه می دویم تا بتوانیم عقب ماندن خود را جبران کنیم. اما همچنان عقب می مانیم. ما گوشی های همراه خود را مانند مخزن های اکسیژنی که اگر نباشند می میریم همه جا با خودمان حمل می کنیم. دنیا برای ما به تکه های 2 دقیقه شیرجه زدن در اینترنت تبدیل شده است. این فناوری مدرن که ساخته دست انسان بود حالا دارد ما را به دنبال خودش می کشاند و هویت شخصی من را دستخوش تغییر می کند. چند سال قبل، گروهی از روانشناسان در دانشگاه ویرجینیا و هاروارد آزمایشی را بر روی دانشجویان انجام دادند. 146 نفر در این آزمایش شرکت کرده بودند. از آنها خواسته شده بود که بین 10 تا 20 دقیقه در اتاقی آرام، تنها روی صندلی بنشینند و هیچ کاری نکنند. همه وسایل الکترونیکی خارجی، از جمله گوشی‌های هوشمند و حتی ساعت را از آنها گرفته بودند. اما یک محرک بیرونی مجاز بود. کنار صندلی همه آنها دکمه ای قرار داشت که وقتی فشارش می دادند، شوکی الکتریکی به بدنشان وارد می کرد. پیش از شروع آزمایش، از شرکت کنندگان خواسته شده بود که فقط برای تمرین آن را فشار بدهند
و همه آنها به اتفاق گفته بودند که این شوک بسیار ناخوشایند بوده است و اگر می توانستند اصلا از آن استفاده نمی کردند. سپس آزمایش آغاز شد. روانشناسان دو قانون را برای شرکت کنندگان در نظر گرفتند. اجازه نداشتند بخوابند و به هیچ وجه نباید از روی صندلی بلند می شدند. اما یک کار را می توانستند هر چقدر که می خواستند انجام بدهند. فشار دادن دکمه شوک الکتریکی. نتیجه آزمایش عجیب بود. 67% از مردان و 25% از زنان در طول زمان آزمایش به جای اینکه آرام روی صندلی بنشینند، برای دقایقی هیچ کاری نکنند و فقط به تفکر بپردازند، به خودشان شوک وارد کردند. آلن لایتمن معتقد است که سر و صدا، شلوغی و تحریک‌های بی‌وقفه اینترنت باعث شده است که ما در معرض جریان ثابتی از شوک‌ها قرار بگیریم و به آنها عادت کنیم. در واقع بدن و مغز ما به شکلی تغییر کرده است که به این شوک‌ها نیازمندیم. دقیقاً مانند وابستگی به مواد مخدر. اینترنت برای نوجوانان روی جلد مجله تایمز و برای همه ما به یک دنیای بی حد و مرز تبدیل شده است که هر چقدر در آن پیش می رویم به جایی نمی رسیم. این اتفاق ما را دچار ترس از دست دادن فرصت ها کرده است و چون دنیای دیجیتال جای واقعیت را گرفته و به معمار خلوت های ما تبدیل شده، برای من تقریبا غیر ممکن است که لحظات طولانی تنها در اتاقی بنشینیم و به خودمان، به هویتمان و اینکه چه کسی هستیم بیاندیشیم. ما خودمان را گم کرده ایم. بوکلایت شماره 2. قفس نامرئی شتاب زدگی تمام بخش‌های زندگی ما را در خود حبس کرده است. یکی از پژوهش‌های دانشگاه هارتفورد شایر که با همکاری شورای فرهنگی بریتانیا انجام شد، نشان داد که سرعت پیاده‌روی عابران پیاده در 32 شهر سراسر جهان فقط در طول 10 سال، یعنی بین 1995 تا 2005، 10% افزایش پیدا کرده است. زندگی ما دچار نوعی شتاب زدگی شده است. سرعت و آهنگ زندگی ما همیشه با سرعت کسب و کارمان هماهنگ بوده و سرعت کسب و کار هم با سرعت و آهنگ ارتباطات. بخش زیادی از شتاب و استرس کسب و کار که بر دیگر جنبه‌های زندگی هم اثر می‌گذارد، معلول ارتباط بین زمان و پول است. ما از زمان انقلاب صنعتی و از وقتی که برای اندازه‌گیری کار از زمان استفاده می‌کردیم، بنده اصطلاح زمان مساوی است با پول یا وقت تلاست شدیم. اقتصاددان معروف گری اسپکر معتقد است که پیشرفت تکنولوژی باعث سودآورتر شدن ساعت کاری مردم شده است. یعنی به طور متوسط هر ساعت کاری که افراد انجام می دهند، کالاها و خدمات بیشتری نسبت به گذشته تولید می کنند. بنابراین کار بیشتر درآمد بیشتری هم در پی دارد و سبب می شود که مردم زمان کمتری را صرف فعالیت‌های تفریحی کنند. این فوریت و استرار که می‌گوید هر لحظه قیمتی است، همه بخش‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده. این شتاب زدگی به افکار ما، به کارهای معمول روزانه مان، به وعده‌های غذایی، به تعطیلات، به ارتباطات ما نفوذ کرده، دیواری دور فضای ذهنی ما کشیده و به هوایی تبدیل شده است که در آن نفس می کشیم. ما به دلیل این شتاب زدگی دائما به دنبال برنامه ریزی و استفاده از تمام زمانهای خود هستیم. ما به خودمان اجازه که نفس کشیدن نمی دهیم و این بلا را حتی بر سر فرزندانمان نیز آورده ایم. بعد از ظهرهای آنها را پر کرده ایم از انواع و اقسام ورزش‌های مختلف و کلاس‌های متفرقه. اجازه داده ایم موج فناوری و پیشرفت ما را با خود به هر کجا که می خواهد ببرد و حتی لحظه ای درنگ نمی کنیم که ببینیم در این مسیر کجا هستیم و چه اتفاقی قرار است برای من بیفتد. دنیای ما کاملا دگرگون شده است. ما سکوت ها را از دست داده ایم. زمان لازم برای تأملات تنهایی، فضای باز ذهنمان
و خلوت‌هایی را که در دورانی از زندگی خود داشتیم از دست داده‌ایم. ما دیگر نمی‌دانیم چه کسی هستیم و چه چیزهایی برایمان مهم است. همه این اتفاقات هم بسیار تدریجی و آرام آرام پیش آمده‌اند. آنقدر آرام که خیلی هامان اصلا نمی توانیم این تغییرات را بفهمیم و درک کنیم. حتی حالا هم بسیاری از ما انسان‌ها متوجه نیستیم که چقدر ناشنوا و نابینا شده ایم. اکثر ما دنیا را همانطور که هست پذیرفته ایم. نویسنده یک کتاب در فاصله کمتر از یک مایلی دریاچه والدن زندگی می کند. جایی که هنری دیوید سورو، نویسنده و فیلسوف آمریکایی قرن 19 بعد از خداحافظی با زندگی شهری به آنجا رفت. در کلبه چوبی زندگی ساده‌اش را آغاز کرد و سبک زندگی بوهمی را به وجود آورد. او بعدها کتاب معروفش به نام والدن را نوشت و در جایی از آن گفت: زندگی ما دارد در جزئیات به هدر می رود. سادگی، سادگی، سادگی. سودای 2-3 چیز را در سر داشته باشید، نه 1000 چیز. لایتمن نیز می خواهد مثل سورو باشد. می خواهد چیزی را که از دست داده است دوباره به دست بیاورد. او می گوید که می خواهد در دنیای آهسته زندگی کند. می خواهد آزاد باشد. با این حال، همیشه قفسی نامرئی را دور خودش احساس می کند. حتی وقتی دارد اطراف دریاچه قدم می زند هم امواج الکترومغناطیسی اینترنت را می بیند که به بدنش هجوم می آورند. لایتمن معتقد است که فناوری هم نعمت است و هم نفرین. بوکلایت شماره 3. بازی کمک می کند که ما در دنیای آفریده ذهن خودمان زندگی کنیم. محقق برجسته نیوزیلندی برایان ساتن اسمیت که در تمام عمرش تحقیقات گسترده‌ای درباره بازی انجام داده، معتقد است هر کودکی وقتی مشغول بازی می شود، به دلیل آزادی در انتخاب نقش‌های مختلف، اعتماد به نفس بالایی پیدا می کند و زندگی درونی و ذهنی خودش را می سازد. فایده بازی برای کودکان این است که این زندگی درونی که می سازند تبدیل به دارایی می شود که تا اندازه‌ای خصوصی است. بازی‌های اولیه‌ای که کودک در آن تظاهر به چیزهای گوناگون می‌کند، پایه و اساس رشد دوگانه شخصیت عمومی و خصوصی او در بزرگسالی می‌شود. ما در بازی اختیار تام داریم. قوانین را به چالش می‌کشیم، آنها را بازبینی می‌کنیم و یا به کلی زیر پا می‌گذاریمشان. محقق دانمارکی سیگنه یوهل مولر نیز به این نتیجه رسیده است که وقتی کودکان بازی می کنند، می توانند معنی اسباب بازی یا یک وسیله خاص را تغییر بدهند و از آنها به شکل خلاقانه تری استفاده کنند. او می گوید این استفاده های نوآورانه ممکن است کاملا متفاوت از هنجارها و قوانین بیرون از بازی باشد. در واقع ما در زمان بازی نوعی از آزادی را تجربه می کنیم. ما از شیرگی انسان های دیگر آزاد می شویم. از شبکه، از زمان آزاد می شویم و فرصت پیدا می کنیم که در تالارهای باز و خالی ذهن خودمان پرسه بزنیم. اما زندگی این روزهای ما که بر پایه زمان پیش می رود، فضای بازی را کاهش می دهد و هم به خودمان هم به کودکانمان لطمه وارد می کند. کنت آر گینزبرگ در گزارشی بالینی برای انجمن پزشکی اطفال آمریکا نوشته است: بازی به کودکان این توان را می دهد که از خلاقیت خود برای گسترش تخیل، رشد و تقویت قدرت جسمی، شناختی و عاطفی خیش استفاده کنند. با این حال، کودکان به شکلی بسیار شتاب زده و فشرده بزرگ می شوند و این روش ممکن است فواید ناشی از بازی های نوآورانه و خودانگیخته کودکان را کمرنگ کند. یحیی شین، استادیار مدیریت و منابع انسانی در مدرسه کسب و کار دانشگاه ویسکانسین، آزمایش ساده‌ای برای بررسی اثر بازی بر خلاقیت انجام داد. آزمایش به این شکل بود که شرکت کنندگان را به 3 گروه تقسیم می‌کردند و از آنها می‌خواستند که ایده‌های کاری جدید و خلاقانه‌ای ارائه کنند. گروه اول باید بلافاصله دست به کار می‌شدند و نظرات خود را مطرح می‌کردند. اما گروه دوم باید قبل از ارائه ایده‌های نو در کسب و کار،
چند دقیقه‌ای به بازی مین جم کن یا سولیتر که دو بازی ویدیویی عام پسند در دهه 1990 بودند می پرداختند. گروه سوم هم یک گروه کاری مستقل بودند که باید ایده ها را رتبه بندی می کردند. در پایان آزمایش معلوم شد که ایده های گروه دوم که چند دقیقه‌ای بازی کرده بودند به طور قابل ملاحظه‌ای خلاقانه تر بود. نکته قابل توجه در آزمایش این بود که افراد گروه دوم در حالت عادی اصلاً خلاق‌تر از گروه اول نبودند، اما کاملاً واضح بود که دلیل اصلی افزایش خلاقیتشان این بوده است که این گروه اجازه داشت سر فرصت در سطحی ناهوشیارانه و در حالی که سرگرم بازی است مسئله فرضی را بکاود و امکانات را بررسی کند. گاهی پرورش مسائلی خاص در ذهن نیاز به فرصت بیشتر و حتی بازی کردن دارد. در چنین مواردی آنچه که در باور عموم مردم تعلل و اجتناب از مسئله به نظر می رسد چه بسا برای ذهنمان مفید هم باشد. یکی از روانشناسان برجسته به نام آنتونی پلگرینی به این نتیجه رسیده است که بازی هم در حیوانات و هم در انسانها این امکان را فراهم می کند که فرد به جای اهداف بر وسیله ها تمرکز کند. او در بازی می تواند چیزهای جدید را آزمایش کند، بررسی های تازه‌ای انجام بدهد و حتی دست به اصلاح بزند. وقت گذرانی به شکل هوشمندانه و به صورتی که برای فرد خوشایند باشد موجب تکامل و رشد شخصیتش می شود. پلگرینی معتقد است که فعالیت‌های غیر هدفمندی که آنها را بازی می‌نامیم بخش مهم و حساس از رشد مهارت‌های حل مسئله و آگاهی عاطفی در حیواناتی بوده است که نسبت به دیگر حیوانات توانایی‌های شناختی پیشرفته‌تری داشته‌اند. بوکلایت شماره 4. ذهن فارغ بال تخیلات خلاق خفته ما را بیدار می‌کند. دانشمندان قرن‌ها تصور می‌کردند که مغز باید در زمان‌های استراحت آرام باشد، یعنی موقعی که انسان‌ها می‌خوابند، آسوده‌اند یا هوشیارانه درگیر فعالیت‌های هدفمند نیستند، مغزشان فعالیت کمتری دارد. اما روانپزشک و فیزیکدان آلمانی هانس برگر بعد از اینکه الکتروانسفالوگرام دستگاهی را که نوار مغزی می‌گیرد اختراع کرد، متوجه شد که مغز همیشه فعال است، حتی در زمان‌هایی که استراحت می‌کند. در واقع، مغز در زمان استراحت نسبت به وقتی که هوشیارانه در حال فعالیت است، فقط 5% انرژی کمتری مصرف می‌کند. در دهه 1950 هم پژوهشگران دیگری همچون نانسی اندرسون و مارکوس ریچل کشف کردند که سوخت و ساز و انرژی مورد نیاز مغز در هر دو وضعیت استراحت و غیر استراحت یکسان باقی می‌ماند. اندرسون اصطلاح تفکر خاموش پراکنده تصادفی را برای درجه بالای فعالیت مغز در طول استراحت مطرح کرد. ریچل هم اصطلاح حالت پیش فرض را برای همین وضعیت به کار برد. اندرسون همچنین به نوعی پرسه‌زنی ذهنی که به اصطلاح تداعی آزاد خوانده می شود علاقه پیدا کرد. او متوجه شد که وقتی شرکت کنندگان آزمایش درگیر افکار آزاد و پراکنده می گردند، قسمت خاصی از مغزشان به نام قشر تداعی به شدت فعال می شود. به بیان دیگر، محققان هم ثابت کردند که مغز به طور مداوم مشغول است. فقط بعضی قسمت‌های آن در زمان تفکر مستقیم و هدفمند فعال ترند و بخش‌های دیگری هم که اتفاقاً به خلاقیت و نوآوری مربوط هستند در دوره‌های آسودگی، آزادی و شناوری افکار فعال ترند. نظریه‌های بسیاری در مورد خلاقیت وجود دارد. به عنوان مثال، روانشناسی به نام لوئیس ترمان در پژوهشی که از سال 1921 شروع شد و چند دهه ادامه داشت، زندگی 1500 نفر با ضریب هوشی بالا، یعنی از ضریب هوشی 135 تا 200 را مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیق نشان داد که این افراد با اینکه در زندگی و فعالیت‌های کاری خود موفق‌تر از آدم‌های متوسط بودند، اما خلاقیت ویژه و غیرمعمولی نداشتند. پژوهش‌های دیگری هم نشان داده‌اند که افراد بسیار خلاق به طور متوسط ضریب هوشی هول و هوش 120 دارند. فروید و یونگ
معتقد بودند که افراد در واکنش به دشواری‌ها یا عواطف سرکوب شده تبدیل به انسان‌هایی خلاق می‌شوند. فروید گفته است آرزوهای برآورده نشده قدرت محرکه خیال پردازی ها هستند و خیال پردازی ها به ایده های خلاقانه منتهی می شوند. نظری دیگر هم می گوید که خلاقیت گاهی بر اثر ناخوشی های ذهنی ملایم به وجود می آید. انسان ها زمانی که بیشتر درباره خودشان می اندیشند خلاق ترند و اندیشیدن به خود گاهی با افسردگی همراه می شود. همچنین ترس از مرگ نیز ممکن است به بعضی ها انگیزه بدهد که چیزی زوال ناپذیر بیافرینند. لایتمن هم معتقد است که در تنگنا قرار گرفتن یا به بن‌بست رسیدن دوره مهمی است و به شکل یک کاتالیزور برای تخیل عمل می کند. او می گوید که وقتی در تنگنا قرار می گیریم، ذهنمان به شکل گسترده‌ای دنبال راه حل‌های ممکن می گردد. حال، اگر در فرار از هیاهوی جهان موفق باشیم، اگر بتوانیم فضای خلوت و فارغ از زمان برای خود ایجاد کنیم، آن وقت ذهنمان میتواند در یک آزادی بیکران پرسه بزند، کند و کاف کند و بیافریند. با اینکه دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما بیشتر پژوهشگران در مورد یکی از جنبه‌های خلاقیت اتفاق نظر دارند که آن را تفکر واگرا می‌خوانند. یعنی توانایی کند و کاو در مسیرها و راه حل‌های بسیار متفاوت یک مسئله به شکلی پراکنده و نامنظم. در مقابل این روش، تفکر همگرا قرار دارد که رویکردی معمولاً منطقی تر و منظم تر به مسائل دارد. در واقع، تفکر واگرا نسبت به تفکر همگرا آزادتر و شناورتر است. تفکر واگرا به محض اینکه اراده کنیم پدید نمی آید. به راحتی شکل نمی گیرد و نمی توانیم با زور و فشار آن را ایجاد کنیم. برنامه ریزی ها و سر و صدا ها و وظایف بیرونی باعث می شوند که تفکر واگرا ضعیف و محو شود. تفکر واگرا فقط در وقت های تلف شده سر می رسد. نمی توان زمان خاصی برای آن تعیین کرد و با بازی، خلاقیت و کنجکاوی ارتباط تنگاتنگی دارد. قطعا انواعی از اکتشافات هستند که به هر دو اندیشه ناهوشیار و هوشیار نیاز دارند. اما لایتمن معتقد است که همه یا بیشتر شکل‌های فعالیت خلاقانه در نقاط مشخصی به ذهنی باز، آزاد، درون نگر و دور از محدودیت نیاز دارند. به ذهنی که دو شاخه آن از پریز دنیای شلوغ و سرشار از تجهیزات کشیده شده باشد. ذهنی که بتواند کمی وقت تلف کند. بوکلایت شماره 5. زمان خاموشی کامپیوتر و آغاز فعالیت‌های نو از راه رسیده است. در دنیای کسب و کار، فناوری و کامپیوتر، تعبیر زمان خاموشی در حکم دشنام است. یعنی دوره‌ای که سیستم کار نمی‌کند یا کامپیوترها خراب شده‌اند یا ماشین‌ها برای زمان کوتاهی متوقف شده‌اند و همه چیز از کار افتاده است. اما آلن لایتمن می‌گوید که اتفاقاً این زمان‌های خاموشی مجالی هستند برای جستجو و کسب تجربه‌های جدید. بهترین فرصت برای نوسازی و اینکه دوباره تعادل وجودمان را به دست بیاوریم و آن را حفظ کنیم. ذهن در زمان خاموشی فضا و آزادی آن را دارد که در راهروهای وسیع حافظه پرسه بزند و بر کیستی ما تأمل کند. زمان خاموشی وقتی است که می توانیم خود درونیمان را اصلاح و مرمت کنیم. برای این کار تنها چیزی که نیاز داریم خلوت کردن و دوری از شلوغی و هیاهوی جهان است. هر یک از ما به روشی برای تفکر و پرداختن به زندگی نیاز داریم. به شیوهی عمیقاً ریشه دار و ثابت که به کمک آن بتوانیم به خیشتن درونی خود احترام بگذاریم. به این نیاز داریم که ارزش‌های خودمان را پیدا کنیم و بر اساس آنها زندگی کنیم. زمان خاموشی به ما این فرصت را می دهد. لایتمن معتقد است که زمان خاموشی هم تأثیراتی همانند مراقبه کردن دارد. مراقبه تجربه زیبا و عمیق است. وقتی مراقبه می کنید، ذهنتان تا اندازه زیادی آرام خواهد شد. در لحظه حضور پیدا می کنید. وقتی افکار اتفاقی به سراغتان می آیند،
یاد میگیرید که درگیرشان نشوید و فقط نگاهشان میکنید و میگذارید رد شوند. ناگفته پیداست که در زمان مراقبه به شبکه متصل نیستید. از تحریک دنیای خارجی آزادید و برای دقایقی آرامش و سکون ذهنی را تجربه میکنید. زمان خاموشی کامپیوتر و تلفن همراه نیز نه تنها نیاز ما به آرامش را برآورده میسازد، بلکه خلاقیتمان را شکوفا کرده و کمک میکند که تکه های زندگیمان را به هم بدوزیم. همچنین به ما این امکان را میدهد که برای خودمان هویتی عمیق بسازیم و آن را پرورش دهیم. واقعیت این است که بدون زمان خاموشی از لحاظ روانی، عاطفی و معنوی خواهیم مرد. در این زمان نه تنها رویدادهای روز را درک می‌کنیم، بلکه به معنای زندگی خودمان نیز پی خواهیم برد. در زمان خاموشی تلفن همراه و کامپیوتر از میان ساعت‌ها و روزهای زندگی کنجکاوانه خواهیم گذشت تا تجربه‌ها و افکاری را پیدا کنیم که برای ما معنای شخصی داشتند و گاه با صدایی آرام و بنجوا با ما سخن می گفتند. بوکلایت شماره 6. زمان کمی و زمان کیفی چه تفاوتهایی با هم دارند؟ بیایید دوباره برگردیم به داستان اهالی روستای ترامون چروم. تصور روستاییان از زمان بر شیوه زیست و بودنشان در جهان تأثیر بنیادی می گذارد. مصداق این تلقی از زمان همان زنهایی بودند که برایشان هیچ اهمیتی نداشت که رفتن به بازار چقدر طول می کشد. آنها در دنیای آکنده از زمان زندگی نمی کنند، بلکه در دنیای آکنده از مکان زندگی می کنند. بنابراین آنها فضای بیشتری خلق می کنند و نه تنها در مزارع پراکنده و پربارشان، بلکه در ذهنشان هم وسعتی قابل توجه به وجود می آورند. جوهر زمان در نظر روستاییان ترامون چروم متفاوت با جوهر زمان در نظر ماست. البته بعضی از آنها ساعت مچی می‌بندند، ولی آن ساعت‌ها بیشتر جنبه زینتی دارند. روند امور جسمی و ذهنی روستاییان را رویدادها مشخص می‌کنند، نه دقیقه‌ها یا ثانیه‌هایی که بر صفحه ساعت‌های مکانیکی و دیجیتال نقش می‌بندند. زندگی اهالی این روستا دو کلمه متفاوت را که یونانیان باستان برای زمان در نظر گرفته بودند یادآوری می‌کند: کرونوس و کایروس. یونانیان باستان ساعت‌های ابتدایی داشتند که به آنها ساعت‌های آبی می‌گفتند، بدین معنا که در این ساعت‌ها زمان با جریان آب اندازه‌گیری می‌شد. کرونوس زمان کمی بود، زمانی خود به خودی که بی‌توجه به دنیای بیرون و زندگی انسان‌ها پیش می‌رود. کایروس هم زمانی بود که رویدادها، مخصوصاً رویدادهای انسانی، آن را پدید می‌آوردند. کایروس لزوماً بر اساس ساعت و دقیقه اندازه‌گیری نمی‌شد، بلکه ممکن بود به اندازه مدت زمان یک فصل، یک وعده غذایی یا یک رابطه عاشقانه باشد. رومی‌های باستان هم دو نوع متفاوت زمان داشتند: نگوتیوم و اوتیوم. نگوتیوم زمان کسب و کار بود. اوتیوم هم زمان فراغت بود، زمانی برای تأمل، مطالعه، نوشتن و اندیشیدن درباره خود. عوامل فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی هم می توانند مفهوم زمان را دستخوش تغییر کنند. بیلینگ و همکارانش در تحقیقی راجع به استفاده از زمان در 14 کشور گزارش دادند که کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته تر بودند، زمان را یک پدیده خطی می بینند که به وسیله ساعت اندازه گیری می شود، در حالی که شرقی ها زمان را غیر خطی می بینند و آن را بر اساس رویدادهای اجتماعی و فرهنگی اندازه گیری می کند. در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و آلمان، زمان یک منبع و ذخیره گرانبهاست که نباید تلف شود. برعکس، در کشورهایی مانند مکزیک، هند و کشورهای آمریکای لاتین به شکلی عادی و با بی‌اعتنایی پذیرفتند که کاری که امروز انجام نشود فردا انجام خواهد شد و قرار ملاقات‌ها صرفاً تقریبی‌اند. به طور کل سریع‌ترین زندگی‌ها در کشورهای ثروتمندتر است، مثل آمریکای شمالی، اروپای شمالی و برخی کشورهای آسیایی نظیر ژاپن و کره.
آهسته ترین زندگی ها هم در کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی دارای ثروت و رونق کمتری هستند، مثل آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و اکثر کشورهای خاورمیانه و هند. عجیب نیست که رفاه اقتصادی با سرعت زندگی در ارتباط است، چرا که فناوری‌های ارتباطی مدرن که بر شتاب زندگی افزوده‌اند در میان ملت‌های مولدتر و ثروتمندتر رایج‌تر هستند و معادله زمان مساوی با پول است در آنها جدی‌تر گرفته می‌شود. صنعتی شدن هم با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد و جامعه را به طرف سبک زندگی سریع‌تری می‌راند. یکی از طنزهای بزرگی که درباره فناوری مدرن وجود دارد این است که وسایلی مانند جاروبرقی و ماشین ظرفشویی که قرار بوده کارها را آسان‌تر یا کمتر کنند، نه تنها اوقات فراغت بیشتری برای انسان‌ها فراهم نکرده‌اند، بلکه اتفاقاً از آن کاسته‌اند. دلیلش همین است که پیشرفت‌های فنی بزرگتر باعث شده‌اند که انتظارات بالاتری برای ما به وجود بیاید. درست است که تمیز کردن خانه راحت‌تر شده است، اما حالا خواستار سطح بالاتری از تمیزی هستیم و انتظارات بالاتر هم زمان بیشتری نیاز دارند. این فناوری‌های مدرن که موجبات شتاب زدگی را برای ما به وجود آورده‌اند، با فردگرایی نیز ارتباط عمیقی دارند. وقتی شتاب زندگی بیشتر شود، وقتی از دستاوردهای هر روز و هر ساعت انتظارات بالاتری داشته باشیم، مجبوریم که دائم برای خودمان برنامه ریزی کنیم. مجبوریم که به ساعتمان نگاه کنیم. مجبوریم که زندگیمان را با ساعت و دقیقه تنظیم کنیم. زمان در این شیوه زندگی به طوری فولادی تبدیل می شود که یک دیکتاتوری با قدرتی عجیب اما نامرئی، صبحها هر لحظه که از خواب بلند می شویم، آن را بر روی زندگی ما پهن می کند. طوری که هر روز باید خودمان و حوادث زندگیمان را در آن بچپانیم. نگهبان‌ها و مراقبان این تور هم ساعت‌ها و وسایل دیجیتال هستند که دائما سرمان داد می‌کشند و هشدار می‌دهند که آرام نگیریم، ادامه بدهیم و با برنامه‌ها هماهنگ باشیم. شاید حتی در تلقی‌مان از زمان و ارتباطمان با آن عنصری اخلاقی وجود داشته باشد. ایالات متحده و انگلستان را در نظر بگیرید. بر طبق اخلاق پیوریتان که در زمان بنیانگذاری آمریکا از انگلستان وارد کشور شد و تا به امروز هم به حیات خود ادامه داده است، اتلاف وقت یعنی گناه. حتی امروز هم که 4 قرن از آن زمان می گذرد، می توانیم در طرز فکر آمریکایی ها اخلاق پیوریتن را ببینیم که می گوید اتلاف وقت کاری غیر اخلاقی و ناقض حقوق الهی است. اما باید بدانیم که استفاده درست از زمان، یعنی این که بتوانیم رفاه و نیکبختی روانی خود را احیا کنیم، یعنی خود را در مقام انسان بپرورانیم، تخیلات خود را از قید و بند آزاد سازیم، از سلامت عقلی خود دفاع کنیم و بفهمیم چه کسی هستیم و میخواهیم چه کسی باشیم. در فعالیت‌هایی که برشمردیم، اتلاف وقت از بیفایدگی غیر اخلاقی فرسنگ‌ها فاصله دارد. بوکلایت شماره 7، نصف ذهن خود را به منطقه حفاظت شده تبدیل کنید. در سال 2016، ای او ویلسون، طبیعیدان و زیست شناس برجسته، نظریه نصف زمین یا جنگ سیاره ما برای حیات را منتشر کرد. او در نظریه خود به این نکته اشاره کرد که ما باید نیمی از سطح کره زمین را به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر بگیریم و از آن مراقبت کنیم. طرح پیشنهادی ویلسون ممکن است پیچیده و دور از دسترس به نظر برسد، اما نشانگر اهمیت محیط زیست ما و نیروهایی است که آن را تهدید می‌کند. حال تخریب شخصیت و ویژگی‌های درونی ما به واسطه دنیای مجازی پدیده‌ای جدیدتر، ظریف‌تر و نامحسوس‌تر است. فقدان ژرف‌اندیشی، فقدان حریم خصوصی، فقدان سکوت، بیتابی و ناتوانی در آرام گرفتن روی یک صندلی برای 15 دقیقه، تمامشان سریع و تقریباً نامحسوس اتفاق افتاده‌اند. 150 سال قبل تلفن نبود. 50 سال قبل اینترنت نبود. 25 سال قبل گوگل نبود
و فقط از سال 1985 تا به امروز سرعت اطلاعات از حدود 1000 بیت بر ثانیه به حدود 1 میلیارد بیت بر ثانیه افزایش پیدا کرده است. سرعت راه رفتن عابران پیاده در سنگاپور از اواسط دهه 1990 به این طرف 30% افزایش پیدا کرده که واقعاً زیاد است. بعضی از نیروهایی که باعث به وجود آمدن این دگرگونی‌ها گشتند، همانهایی هستند که منجر به تخریب محیط زیست ما شدند. از جمله میل به جاه طلبی اقتصادی، افزایش ثروت و رفاه مادی. حال ما به شکلی نامحسوس و تقریباً بدون اینکه متوجه باشیم خودمان را گم کرده ایم. توانایی من را در شناخت خود و شناخت چیزهایی که برای ما اهمیت دارند از دست داده ایم. ما جهانی ماشینی و شبکه مانند درست کرده ایم که هر انسانی یک چرخ دنده بیفکر و منفعل از آن است و تحت تأثیر سرعت، سر و صدا و شتاب زدگی مصنوعی آن قرار دارد. اکنون به جایی رسیده ایم که باید از خودمان بپرسیم چه می توان کرد. واقعیت این است که ما در سطح فردی و اجتماعی نیازمند عادت ذهنی جدیدی هستیم. روشی که برای حریم خصوصی، تنهایی، آهستگی و تعاملات شخصی ارزش قائل شود و از آنها حمایت کند. آلن لایتمن نیز در اینجا مانند ویلسون روشی جسورانه پیشنهاد می کند. اینکه ما باید به کمک روش‌هایی که اینجا به آنها اشاره می‌کنیم، نیمی از ذهن خود را به منطقه‌ای محافظت شده بدل سازیم و از آن فقط برای تأملات شخصی و فعالیت‌های ژرف‌اندیشانه استفاده کنیم. البته که ذهن ما مثل سطح زمین، قلمروی جغرافیایی نیست، ولی لحظات مختلفی در سراسر روز وجود دارد که می‌توان آنها را دور از دنیای خارجی به آرامش و سکوت اختصاص داد. لایتمن تأکید می کند که این کار اصلاً آسان نیست، اما برای گروه های مختلف سنی توصیه های را ارائه داده است و از آنها به عنوان نقطه شروع یاد می کند. 1. برای دانش آموزان پایه های اول تا 12 وقت های 10 دقیقه سکوت در طول ساعت مدرسه. چنین اوقاتی را می توان برای زمانی که دانش آموزان در کلاس هستند نیز تنظیم کرد. آنها می توانند افکار خود را طی این اوقات به سرعت یادداشت کنند و در آنها عمیق شوند. 2. برای دانشجویان دوره های فشرده درون نگری که توسط گروه های آموزشی تنظیم می شود. از هر دانشجو بخواهند که در طول هر ترم دست کم در یکی از این دوره ها شرکت کند. دوره های درون نگری می تواند مبنی بر یک موضوع خاص باشد، مثل تاریخ یا شیمی، اما بار تکالیف رسمی باید در آنها کاهش پیدا کند و دانشجویان تشویق شوند که از وقت آزادشان برای تأمل در آموخته های خود و پیدا کردن ارتباط بین آنها و زندگی و اهدافشان استفاده کنند. 3. در محل کار یک اتاق آرام که کارگران و کارمندان اجازه داشته باشند نیم ساعت در روز را در آن به مراقبه، تأمل یا صرفاً سکوت بگذرانند. در این اتاق استفاده از تلفن هوشمند و کامپیوتر ممنوع باشد. همچنین زمان آرامش نباید بخشی از ساعت همیشگی نهار باشد. جالب است بدانید که اتفاقاً تعدادی از شرکت‌ها مراقبه را بخشی از روند روز کاری خود کرده‌اند. 4. برای خانواده ها در زمان غروب یا موقع خوردن شام، 1 ساعت بدون اتصال به شبکه. بدین معنا که در این 1 ساعت همه ی تلفن ها، گوشی های هوشمند، کامپیوتر و سایر تجهیزات و وسایل خاموش شوند. اعضای خانواده باید شام را حتماً با آرامش میل کنند و آن را فرصتی برای گفتگو و نزدیک شدن به یکدیگر بدانند. 5. برای زندگی فردی هر شخصی باید تلاش کند که بخشی از روز خود را از شبکه فاصله بگیرد و بدون استفاده از هیچ وسیله هوشمندی مثلا به پیاده روی بپردازد، مطالعه کند یا اینکه برای لحظاتی آرام و بدون هیچ تحرک خارجی در جایی بنشیند. 6. برای جامعه
مناطق بدون صفحه نمایش در مکانهای عمومی در نظر گرفته شود. مکانهایی که استفاده از وسایل دیجیتال در آنها ممنوع باشد. لایتمن در ادامه میگوید این کارها ممکن است پیش پا افتاده یا نامؤثر به نظر برسند، ولی معتقدم می توانند در بالا بردن آگاهی نسبت به اهمیت زندگی، فکر و پرورش عادت‌های ذهنی جدید مؤثر باشند. قطعاً تغییر عادت‌های ذهنی کار آسانی نیست و دشواری‌های خودش را دارد، ولی غیر ممکن هم نیست. در هر یک از ما در مقام فرد، خانواده، کارگر و کارمند این قدرت وجود دارد که زندگی‌های درونی‌مان را احیا کنیم. تنها چیزی که نیاز داریم تشخیص مسئله و تعهد شخصی است. ما با کمی عزم و اراده می‌توانیم نیم ساعت در روز را به زمانی برای اتلاف وقت تبدیل کنیم. اتلاف وقت نه به معنای نابود کردن زندگی خود، بلکه به معنای تکریم نجوای درونی، آزادی از قفس دنیای شلوغ مجازی و هدیه دادن به روحمان. وقتی به تاریخ نگاه می کنیم، متوجه می شویم که همیشه شتاب زندگی انسان به سرعت گرفتن ارتباطاتش نیازمند بوده است. اتفاقی که منجر به پیشرفت فناوری و در نتیجه به وجود آمدن اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و شبکه بیپایان مصرف شد. لایتمن معتقد است که این پیشرفت‌های فناورانه با اینکه زندگی ما را کاملاً تغییر داده و مزایای بسیاری در پی داشته، اما یک چیز بسیار مهم را از ما گرفته است، خود درونی من را. او میگوید که به دنبال پیشرفت‌های فناورانه، شیوه تفکر ما نیز کاملاً عوض شده است. ما دچار زندگی شتاب زده ای شده ایم که باید دائماً برای تک تک لحظاتش برنامه ریزی کنیم. باید همیشه به شبکه متصل باشیم که مبادا چیزی را از دست بدهیم. ما داریم لابلای این هیاهو و سرعت بی انتها گم می شویم. آنقدر که اگر در اتاق انتظار مطب پزشکمان برای دقایقی معطل شویم، بیقرار و عصبانی خواهیم شد. گوشی هوشمند و لپتاپمان را حتی در تعطیلات هم همراه خودمان می بریم. ایمیل ها را در رستوران ها و در زمان انتظار چک می کنیم. وقتی در پارک قدم میزنیم، کارهای بانکی خود را آنلاین انجام میدهیم و شب که میخواهیم بخوابیم، تلفن همراه خود را نزدیک دستمان میگذاریم. ما دیگر به ندرت میتوانیم زمانی را برای اتلاف وقت داشته باشیم. خیلی کم پیش میآید که ذهن خیش را رها کنیم و بگذاریم برای خودش آزاد و بی هدف پرسه بزند. ما کمتر از هر زمان دیگری به خود درونیمان فکر می‌کنیم و برایش وقت می‌گذاریم. کاری که در دوران کودکی بسیار انجامش می‌دادیم. البته درست است که هیچ کدام از ما دیگر نمی‌توانیم به دنیای ساده و آزاد کودکی خود برگردیم. ضرورتی هم ندارد که این کار را بکنیم. اما می‌توانیم بخشی از آن فضا را در دنیای امروزمان نیز به وجود بیاوریم. می توانیم منطقه حفاظت شده ای در ذهن و ضمیرمان داشته باشیم و از آن برای رهایی از دنیای مدرن و شبکه مانند اطرافمان استفاده کنیم. باید بدانیم که عمیق ترین و خلاقانه ترین افکار در بی برنامه ترین پرسه زنی های ذهنی به وجود می آیند. پیشنهاد کاربردی: تصمیم بگیرید که هر روز یک ساعت را بدون استفاده از هر وسیله ارتباطی هوشمندی سپری کنید و آن را ساعت خاموشی بنامید. در این یک ساعت می توانید در گوشه ای از اتاق خود بنشینید و افکارتان را یادداشت کنید. می توانید بدون هیچ وسیله هوشمندی پیاده روی کنید. می توانید بی هدف در یک خیابان قدم بزنید و تماشاگر گذر افکارتان باشید. هر کاری که شما را از شبکه دور و به خودتان نزدیک می کند انجام بدهید و مطمئن باشید که به مرور اتفاقات ژرف‌تری را در زندگی خود مشاهده خواهید کرد. پیشنهاد مطالعه بیشتر: کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته ی کال نیوپورت. این کتاب در مورد وابستگی بیش از حد انسان امروزی
به فناوری‌های دیجیتال و روش رهایی از آن است. کال نیوپورت بر اساس تحقیقاتی که روی 1600 داوطلب انجام داد، به روشی دست پیدا کرد که آن را مینیمالیسم یا کمینگرایی دیجیتال نامید. روش او به افراد کمک می‌کند تا از حواس‌پرتی‌های دیجیتالی مثل گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی فاصله گرفته و شیوهی رضایت بخشتر و مفیدتر برای زندگی خود انتخاب کنند.